سلام، من محمد رضایی هستم. ریاضی دوم دبیرستان فصل اول دنباله ها رو آغاز میکنیم. دنباله حسابی دنباله هستش که یک سری اعداد به دنبال هم با فاصله ثابت قرار میگیرن، یا اضافه میشن یا کم میشن، ولی این فاصله مقدار ثابتی. مثلا 2 و 4 6 رو در نظر بگیرید، هر عدد نسبت به عدد قبلیش 2 واحد بهش اضافه میشه. به چنین دنباله هایی میگن دنباله حسابی. جمله اول عدد 2، جمله دوم 4، جمله سوم 6 و به همین صورت تا جمله انم که با آ هندیس N نشون میدن. ما برای دنباله حسابی یک جمله عمومی داریم که به صورت آ انم مساوی با آ یک به علاوه N منهای یک در D نشون داده میشه. دی قدر نسبته، یعنی همون مقداری هستش که هر جمله نسبت به جمله قبلیش اضافه میشه، و آ1 جمله اول و آN جمله انومه. ما در این فرمول به جای N اگر عدد قرار بدیم، یعنی اون جمله رو میخواییم به دست بیاریم. مثلا آ1 یعنی جمله اول، آ2 یعنی جمله دوم، آ3 یعنی جمله سوم. حالا میخواییم امتحان کنیم ببینیم این فرمول چجوری به دست میاد عدد رو. آ1 رو به جای N1 قرار میدیم، میشه مساوی با آ1. خود آ1 رو باید بنویسیم، به جای N باید مقدارش رو قرار بدیم، میشه 1 منهای 1 دفتر 2، که همون آ1 برابر آ1 رو به دست میده. پس جمله اول رو از طریق جمله عمومی میتونیم به دست بیاریم. حالا جمله دوم رو نگاه کنید، باید آ1 رو قرار بدیم که همون عدد 2ه، به علاوه به جای N2 قرار میدیم، میشه 2 منهای 1 در 2. جمله دوم میشه 2 به علاوه 1 ضرب در 2 2 به علاوه 2، که جمله دوم همون 4ه. هر جمله دیگه یا هم بخوایم به دست بیاریم از طریق جمله عمومی میتونیم به دست بیاریم. مثلا هم جمله هفتمو از طریق جمله عمومی به دست بیاریم، میشه آ7 برابر با آ1 به علاوه N منهای یکش، به جای N7 قرار بدیم، میشه 7 منهای 1 6 در D، یعنی آ1 به علاوه 6D. آ7 برابر میشه با جمله اول چی بود؟ 2 بود، یعنی آ1 2 به علاوه 6 ضرب در 2، قدر نسبت چند بود؟ 2 بود. 2 به علاوه 6 ضرب در 2 14. جمله هفتم 14. حالا میخواییم اینو امتحان کنیم، از جمله اول تا هفتم رو مینویسیم، 2 4 6 8 10 12 و 14، میبینیم که جمله عمومی فرمولش همون عددی رو به دست میده که ما با نوشتن این جملات پشت سر هم به اون رسیدیم. اما قدر نسبت لازم نیست یک عدد گویا یا عدد صحیح باشه، حتی میتونه یک عدد اصلا باشه، فقط باید یک مقدار ثابت باشه. مثلا در نظر بگیرید 3 به علاوه رادیکال 3 و 3 به علاوه 2 رادیکال 3. حالا ظاهر به نظر نمیاد این جمله نشون دهنده دنباله حسابی باشه، اما اگر نگاه کنید رادیکال 3 رادیکال 3 داره به این جملات اضافه میشه، یعنی قدر نسبت این دنباله حسابی رادیکال 3 هست. دقت کنید
اگر ما هر جمله دنباله حسابی رو از جمله قبلیش کم کنیم، قدر نسبت رو به دست میده. یعنی اگر جمله دوم رو منهای جمله اول کنیم، همون مقدار قدر نسبت، یعنی همون مقداری که به A1 اضافه شده که شده A2 رو ما میتونیم به دست بیاریم. A2 منهای A1 مینویسیم، به جای A2 جمله دوم یعنی 3 به علاوه رادیکال 3، و به جای جمله اول 3، حاصل میشه رادیکال 3. حالا جمله سوم منهای جمله دوم میشه 3 به علاوه 2 رادیکال 3 منهای 3 به علاوه رادیکال 3. حاصل این هم اگر حساب کنیم، پرانتز اول خودش رو می‌نویسیم، در پرانتز دوم یه منها در میکنیم، قرینش رو مینویسیم که 3 و منهای 3 هست میشه 2 رادیکال 3 و رادیکال 3 رادیکال های مشابه هستن و حاصل میشه رادیکال 3. دقت کنید، رادیکال 3 رادیکال 3 یعنی A2 منهای A1 با A3 منهای A2 برابره. به این چنین جملاتی گفتیم میگیم دنباله های حسابی. حالا ما هم جمله هفتمش رو به دست بیاریم، فرقی نمیکنه، مثل همون مثال قبل، A1 به علاوه 6D، جمله اول 3، 6 ضرب در قدر نسبت که رادیکال 3 میشه 3 به علاوه 6 رادیکال 3. یه نوع دنباله دیگه داریم که اونم بررسی کنیم. 1/3 جمله اولشه، جمله بعدیش 2/9، جمله بعدیش 4/27. هم ببینیم، به ما گفتن بررسی کنید ببینید این دنباله حسابی هست یا نه. برای اینکه همیشه بررسی کنیم یه دنباله حسابی هست یا نه، گفتیم باید فاصله جملات یک عدد ثابتی باشه. هر جمله رو از جمله قبلیش کم میکنیم یه عدد به دست بیاد. الان ما 2/9 جمله دوممونه، 1/3 جمله اولمونه، 2/9 رو منهای 1/3 میکنیم ببینیم چه عددی به دست میاد. مخرج مشترک که بگیریم، منهای 1/9 به دست میاد، تفاضل 2/9 منهای 1/3. حالا 4/27 یعنی جمله 3 و منهای جمله دوم میکنیم ببینیم آیا مقدارهای مساوی برابری به دست میاد تا بگیم دنبال حسابیه و این مقدار ثابت قدر نسبته یا نه. میبینیم که منهای 2/27 به دست میاد که اگرم ساده کنم با منهای 1/9 نمیشه، برابری یک عدد ثابتی به دست نیاوردیم، برابری این دنباله حسابی نیست. بیایم یک عملیات دیگه ای انجام بدیم. این دفعه جمله هر جمله رو تقسیم بر جمله قبلش کنیم، یعنی جمله دوم رو تقسیم بر جمله اول کنیم، 2/9 تقسیم بر 1/3، دور در دور، نزدیک در نزدیک کنیم، 3/3 1، 9/3 3، صورت میشه 2، مخرج میشه 3. 2/3 به دست آوردیم. میگه عددیه که از تقسیم جمله دوم به جمله اول به دست آوردیم. حالا بریم جمله سوم رو تقسیم بر جمله دوم کنیم، یعنی 4/27 رو تقسیم بر 2/9 کنیم. دور در دور، نزدیک در نزدیک، وقتی که ساده کنیم 4/2 2/2 1، 27/9 3، 9/9
نه یک حاصل میشه دو سوم. میبینیم که اگر جمله ای رو بر جمله قبلیش تقسیم کنیم یه عدد ثابت به دست میاد. به چنین دنباله های دنباله هندسی میگن که هر جمله از ضرب در یک عدد ثابتی جمله بعدیش رو ایجاد میکنه. دو سوم ضرب در یک سوم میشه دو نهم، دو نهم ضرب در دو سوم میشه چهار، بیست و هفتم. این دنباله هم مثل دنباله حسابی یک الگویی داره که در جمله عمومیش آن مساوی آیک ضرب در کیو به توان ان منهای یک جملات رو میتونیم ما به دست بیاریم. کیو قدر نسبت، ان نشون دهنده جمله مونه. حالا میخواییم از طریق فرمول جمله سوم به دست بیاریم ببینیم آیا 4 27 به دست میاد یا نه. به جای n 3 قرار میدیم، به جای q 2 سوم قرار میدیم، میشه 1 سوم ضرب در 2 سوم به توان 2 2 سوم به توان 2 میشه 4 نهم که ضرب در 1 سوم بشه میشه 4 27. که همون جمله سومی هستش که از طریق نوشتن جملات و ضرب کردن ضرب در دو سوم میتونیم به دست بیاریم. اگر فرمول جمله عمومی رو بلد باشیم میتونیم بدون نوشتن جملات اونا رو حساب کنیم. یه تمرینی هست که اثباتی از کتاب گفته اگر x و y گذشت سه جمله متوالی دنباله حسابی باشه ثابت کنید که این رابطه بینشون برقراره. من توصیه میکنم وقتی که ما داره تمرین رو حل میکنیم شما فیلمو که بعد از اینکه دانلود کردید سر فرصت خواستید نگاه کنید، استوب کنید، مسئله رو حل کنید و بعد از اینکه حل کردید اون رو با حلی که در ادامه فیلم میبینید مقایسه کنید. خب ما x و y رو گذاریم و سه جمله متوالی دنباله حسابی فرض میکنیم، یعنی A1، A2 و A3. گفتیم در دنباله حسابی به جملات یک مقدار ثابتی اضافه میشه، یعنی اگر A1 داشته باشیم جمله اول میشه A1 به علاوه ده، جمله دوم A1 به علاوه دوده، جمله سوم. حالا ایگرگ یعنی همون جمله وسط A1 به علاوه D مساوی با 1/2 به جای ایکس، یعنی A1 بعد قرار بدیم و به جای زد A1 به علاوه 2D. داخل پرانتز A1 و A1 جملات مشابه هم میشه 2A1 به علاوه 2D. همیشه در اثبات ما از یک طرف به طرف دیگه میریم، از دو طرف ساده کردن شروع نمی کنیم. خب داخل پرانتز گفتم میشه 2A1 به علاوه 2D، از دوش که فاکتور بگیریم با 1/2 ساده میشه، طرف راست میشه A1 به علاوه D. ما بدون اینکه به طرف چپ کاری داشته باشیم میبینیم طرف دوم برابر با طرف اول شده، بنابراین حکم ثابت شده، یعنی ایگرگ برابر با 1/2 ایکس به علاوه زده. شما همیشه سعی کنید که از فرمول های پایه‌ای استفاده کنید تا بتونید مسائل متنوع رو به طریق مفهومی حل کنید تا مسائل جدید براتون به یه چالش بزرگ تبدیل نشه. مسئله بعدی میگه اگر یک منهای x و 2 به علاوه x و 1 به علاوه 2x 3 جمله متوالی دنباله حسابی باشه x رو تعیین کنید. این از همون قاعده فاصله بین جملات متوالی عدد ثابتی به نام قدر نسبت است به دست میاد.
یعنی جمله دوم که 2 به علاوه x منهای جمله اول که 1 منهای x اگر کنیم d و جمله سوم منهای جمله دوم کنیم d، یک دستگاه دو معادله دو مشهور به دست میاد که میتونیم مقدار x و d رو به دست بیاریم. دقت کنید، ما فقط از فرمول جمله عمومی دنباله حسابی که تنها فرمولی هستش که در مورد دنباله حسابی در کتاب درسی آمده استفاده میکنیم. خب، آدو منهای آیک دی، آسه منهای آدو هم دی، به جای آیک و آدو آدو و آسه مقادیرشون رو تو فرمول قرار میدیم، اینا رو هم برابر با دی قرار دادیم. چرا؟ چون گفتیم فاصله جملات متوالی یه مقدار ثابتی به نام دیه. حالا ساده میکنیم، 2 به علاوه ایکس منهای یک منهای ایکس اگر ساده بشه 2 منهای یک میشه چی؟ 2 به علاوه ایکس رو مینویسیم، پرانتز بعدی رو قرینه میکنیم. اگر محاسبات جبریتون خوب باشه میتونید یه ضرب بنویسید، اما به جهت اینکه میخواییم مسئله رو به طریق کلاسیک و کامل حل کنیم این مرحله رو هم انجام دادیم. برای دومی یک ضرب نوشتیم، x منهای 1 مساوی با d، ضرب کردن منها رو انجام دادیم. حالا 1 به علاوه x مساوی 2x به علاوه 1 مساوی با d و x منهای 1 مساوی با d، دستگاه دو معادله مشهور، اگر منها رو در یک کدوم از معادلات ضرب کنیم و جمع کنیم طرف اینو d هست میشه x به علاوه 2 مساوی 0 به دست میاد. خب این یه معادله یه مجهولیه که اگر دو رو ببریم اون طرف x به دست میاد منهای 2. اگر x رو در آوردیم منهای 2 دیگه هم میتونیم به دست بیاریم، اما مسئله از ما فقط مقدار x رو خواسته. اگر به جای x در سه تا جمله مقدارشون رو مساویش قرار بدیم، یعنی منهای دو رو قرار بدیم، سه تا جمله رو میتونیم به دست بیاریم. یک منهای منهای دو میشه 3، 2 به علاوه منفی 2 0، یک منهای 4 منهای 3. میبینید فاصله بین اینها منهای 3، یعنی 3 تا 3 تا داره کم میشه. اینم امتحانشه، یعنی قدر نسبت این دنباله یه حسابی منهای 3. مثال دیگه، گفته جمله پنجم یه دنباله یه حسابی 17، جمله دوازدهمش 52. جمله عمومیشو به دست بیارید، وقتی میگه جمله عمومی به دست بیارید یعنی آیک و دی، یعنی جمله اول و قدر نسبت رو به دست بیارید. چون فرمولی جمله عمومی آن مساوی آیک بر به ان منهای یک در دیه دیگه، این که یک المان عمومیه، آیک و دی رو باید به دست بیاریم. همیشه چه دنباله حسابی چه دنباله هندسی مسئله سوال کرده بود، شما ابتدا میاید اون چیزی که مسئله داده رو مینویسید، بعد جمله عمومی برای اونو مینویسید، بعدن خود مسئله به شما راهنمایی میکنه چجوری باید پیش برید. الان میانی آ5 رو داریم، آ5 از طریق جمله عمومی میشه آ1 به علاوه 4 دی، آ12 میشه آ1 به علاوه 11 دی. این از کجا اومد؟ آن مساوی با آ1 به علاوه ان منهای 1 در دی. حالا ما آ5 رو مقدارش رو داریم 17، آ12 رو داریم 52. این دستگاه دو معادله دو مشهور رو میخواییم حل کنیم. اگر این در یک منفی ضرب کنیم آ1 حذف میشه، معادله بالا در یک منها ضرب میکنیم
میشه منهای آ1 منهای 4D مساوی با منهای 17. معادله پایین خودش رو می نویسیم. بعد طرف چپ دوتا معادله رو با هم و طرف راست دوتا معادله رو با هم جمع میکنیم. اینجا 7D در میاد 35، یعنی D در میاد 5، یعنی قدر نسبت 5. در یک از این 4 تا معادله میتونیم مقدار D رو بذاریم و آ1 رو به دست بیاریم. میشه آ1 به علاوه 11 دی به جای دی میذاریم 5، میشه 55 مساوی با 52. 55 بره اون طرف، علامتش قرینه میشه، از 52 که کم بشه میشه منهای 3. حالا آن میشه آ1 و علاوه ان منهای 1 در 5. معمولا تا همینجا جمله عمومی در نظر میگیرن و کفایت میکنه، اما اگر بخواید ساده کنید 5 رو در n منهای 1 ضرب می‌کنید، an میشه 5 n منهای 8. همیشه اگر عددی رو به دست آورید قدر نسبت جمله اول، اینا رو میتونید اگر فرصت داشتید امتحان کنید ببینید درست به دست آوردید یا نه. الان اینجا جمله عمومی 5 n منهای 8 ده، مثلا مهم ببینیم درست به دست آوردیم یا نه، مثلا رو درست حل کردیم یا نه. به جای n بذارید 5، یعنی جمله پنجم میشه 25 منهای 8 17، یعنی جمله پنجم از طریق جمله عمومی که خودمون به دست آوردیم 17 به دست آوردیم. بنابراین هم قدر نسبت و هم جمله اول رو درست به دست آوردیم. مثال بعدی اثباتی هستش که مربوط به دنباله هندسیه. در دنباله حسابی ما ایگرگو که عدد بین دوتا عدده میگیم واسطه حسابی یا میانگین حسابی. در اینجا ایکس و ایگرگو زد که سه تا جمله متوالیان، ایگرگو میگیم واسطه هندسی. که ایگرگ دو گفته ثابت کنید برابر با ایکس ضرب در زده، یعنی جمله وسط به توان دو برابر حاصل ضرب جمله قبل و بعدشه. اینم به همون طریق آ1 آ2 آ3 میگیریم و به جای آ1 آ2 آ3 از طریق جمله عمومیشون آ1 یک کیو درش ضرب بشه میشه آ1 کیو، یک کیو دیگه درش در بشه میشه آ1 کیو 2. گفتیم جمله های دنباله هندسی از ضرب یک عدد در جمله قبلیش ایجاد میشه. الان کیو رو در آ1 ضرب کنیم جمله دوم، و کیو رو در آ1 کیو ضرب کنیم جمله سوم. حالا ایگرگ 2 برابر ایکس زد 2 داریم، اینم جمله عمومی دنباله هندسیه. طرف اول به جای ایگرگ میذاریم آ1 کیو تو پرانتز به توان 2، این تمرین هم در کتاب درسی هست که اثبات این هستش که جمله وسط در دنباله هندسی واسطه هندسی بین جمله قبل و بعدشه. به جای ایکس که جمله اول آ1، به جای زد که جمله دوم جمله سوم آ1 کیو 2. طرف دوم یعنی طرف راست رو ساده میکنیم، آ1 ضرب در آ1 کیو 2 میشه آ1 2 کیو 2، که اگر اینو تو پرانتز قرار بدیم و به توان 2 بذاریم میبینیم رسیدیم به طرف اول، یعنی طرف دوم برابر با طرف اول شد، پس حکم ثابت شد. ما در اثبات ها از قواعد جبری استفاده میکنیم، از یک طرف به طرف دیگه میرسیم. به این شیوه میگن شیوه اثبات ریاضی که از نوع استدلال استنتاجیه. مسئله بعد گفته مقدار ایکس رو طوری تعیین کنید که این سه تا جمله، یعنی یک منهای ایکس و ایکس و یک منهای ایکس،
تشکیل دنباله هندسی بده. دقت کنید، اگر توی صورت سوال فارسی نوشته بود و گذاشته بود چپ و راست و از طریق فارسی، ببینید اگه و گذاشته یعنی از چپ به راست جملات متوالی، اما اینجا کارتون بدون اشتباهه، چون از طریق ریاضی ویرگول که گذاشته یعنی از چپ به راست نوشته، یعنی جمله اول یک منهای x، جمله دوم x، جمله سوم یک به علاوه x. اینو باید دقت کنید که وقتی میگه جملات متوالی چپ و راست کدوم منظوره که جمله اول بگیریم و کدوم جمله سوم. اینم از طریق نوشتن جمله امی به جای آدو آیکیو به جای آسه آیکیو دو گفتیم اگر هر جمله رو بر جمله قبلیش تقسیم کنیم یه مقدار ثابت به نام قدر نسبت یعنی کیو به دست میده. آدو رو تقسیم بر آیکیو، آسه تقسیم بر آدو کیو، آچار تقسیم بر آسه کیو، آین تقسیم بر آین منهای کیو. حالا به جای آدو میداریم ایکس، به جای آیک میداریم یک منهای ایکس. این برابره با چیه؟ برابره با قدر نسبته. به جای آسه میداریم یک برابره ایکس، به جای آدو میداریم ایکس. یک معلوی x تقسیم بر x یعنی آسه تقسیم بر آدو برابر با چیه؟ q. خب دو مقدار برابر با یک مقدار خودشون با هم دیگه برابرن، یعنی x بر روی یک منهای x برابر با یک معلوی x بر روی x طرفین وسطین، x ضرب در x، x دو یک معلوی x در یک منهای x اتحاده مزدوج. وقتی از دو طرف جذر بگیریم دو مقدار برای x به دست میاد. دقت کنید بعضی جاها یکی از این دو مقدار قابل قبوله، اما اینجا هر دو مقدار قابل قبوله. کجا یکی از دو مقدار قابل قبوله؟ جایی که مثلا با طول سر کار داریم، طول یه ذره مثلث گفتم به دست بیاری، اونجا دیگه مقدار منفی نمیتونه به دست بیاد برای x، اون غیر قابل قبول میشه. اما اینجا هر دو مقدار قابل قبوله. تا اینجا مسئله رو حل کردیم ما، یعنی مقدار x به دست آوردیم. حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم درست حل کردیم، اگه درست حل کردیم مقدار قدر نسبت به دست میاد یا نه. به جای x یه بار مثبت یک به روی رادیکال دو رو قرار میدیم، میشه یک منهای یک به روی رادیکال دو، یک به روی رادیکال دو، یک به روی یک به روی رادیکال دو. یه بارم منها قرار میده، میشه یک منهای منهای یک به روی رادیکال دو، میشه یک به علاوه رادیکال دو. به جای x یک به روی منهای رادیکال دو. خب سه تا عدد بالا دنباله هندسیه، سه تا عدد پایینم دنباله هندسیه، این ادعای ماه. میتونیم بررسی کنیم یعنی چی؟ یعنی برای هر دو دنباله بیایم جملات دوم رو بر اول و سوم به دوم تقسیم کنیم. یک به روی رادیکال دو رو تقسیم بر یک منهای یک به روی رادیکال دو کنیم که مخرج مشترک گرفتیم، حاصلش میشه دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم یک به روی رادیکال دو منهای یک. حالا جمله سوم تقسیم بر جمله دوم، یک به علاوه یک به روی رادیکال دو تقسیم بر یک به روی رادیکال دو، مخرج مشترک از
رادیکال دو میگیریم میشه رادیکال دو به علاوه یک، به روی رادیکال دو تقسیم بر یک، به روی رادیکال دو دور در دو نزدیک در نزدیک کنیم رادیکال دو حذف میشه، میشه رادیکال دو به علاوه یک. ظاهرا رادیکال دو به علاوه با یک به روی رادیکال دو منهای یک برابر نیست، اما اگر گویه کردن بلد باشیم میبینیم که این دو تا عدد یکسانه، که ما با تقسیم آدو به آ1 آسه به آدو به یه عدد رسیدیم، بنابراین دنباله هندسیه. برای منفیش هم به همین صورت. مسئله بعدی میگه اگر 3 یکی از جملات دنباله هندسی باشه و جمله بعدیش 4 جمله قبلیش رو به دست بیارید، از همون قاعده که ضرب یه عدد ثابت در جملات جمله بعدی به دست میاد استفاده میکنیم. میگیم جای خالی 3 4 جای خالی ضرب در یه عددی کیوی شده 3، 3 هم ضرب در یه کیوی شده، یه قدم نسبتی شده 4. از 3 ضرب در کیو مساوی با 4 میتونیم مقدار قدر نسبت رو به دست بیاریم، یعنی اون عددی که 3 ضرب در اون شده چی بوده که شده 4، 4 سوم بوده. حالا جای خالی ضرب در کیو که همون 4 سومه شده 3، اون جای خالی یعنی اون عدد چی بوده؟ بیشتر مسائل از طریق پیدا کردن عدد اول و قطر نسبت در دنباله ها قابل حله. خب جای خالی دفتر 4/3 میشه 3، 4/3 بره اون طرف معکوس بشه ضرب 3 بشه میشه 9/4. 9/4 به دست میاریم عدد قبل از 3. حالا میخواییم امتحان کنیم ببینیم آیا درست حل کردیم یا نه. به جای خالی میذاریم 9/4، عدد بعدی هم که 3، عدد بعدی هم 4. قدر نسبت رو چند در بردیم؟ 4/3. 9/4 ضرب در 4/3 میکنیم ببینیم آیا 3 به دست میاد یا نه. 9/4 ضرب در 4/3، اگر 4 رو با 4 ساده کنیم 9 هم به 3، 3 هم به 3، میبینیم 3 به دست میاد. ببینیم عدد بعدی یعنی جمله دوم ضرب در قدر نسبت عدد سوم رو به دست میده یا نه. 3 ضرب در 4/3 3 به 3 ساده بشه میشه 4. مسئله بعدی دو قسمت داره که ابتدا قسمت هدف شاید طریق دستگاه استعمال است مجهول و بعد قسمت به که راحت تر هستش به دست میاریم. میگه اگر 1x y و 5/2 جملات متوالی یک دنباله هندسی باشن. ببینید اینجا الان بین 1 و x و y و 5/2 ویرگول ریاضی گذاشته، یعنی ما باید جملات رو به این صورت بخونیم که جمله اول 1، جمله بعدی x، جمله بعدی y و جمله 4 و 5/2. خب قدر نسبت این دنباله رو خواسته. اگه دنباله حسابی باشه یعنی چی؟ یعنی اگر جمله رو از جمله قبلیش کم کنیم یه مقداری به دست میده. x منهای 1، y منهای x، 5/2 منهای y، همه اینا مقدارشون مساویه. اون مقدار مساوی هم برابر با دیه. الان میبینید ما اینجا 3 تا معادله داریم، 3 تا مجهول. همیشه باید تعداد معادلات با تعداد مجهول برابر بشه تا دستگاهی قابل حل باشه. در حل دستگاه 3 معادله 3 مجهول ما و طریق جایگذاری یعنی به جای متغیری اون دوتایی که باقی مونه رو در دو معادله دیگه میذاریم، یعنی x منهای 1 رو داریم، d رو
در دو معادله دیگه بر حسب متغیرهاش رو می نویسیم، یعنی تبدیل می کنیم دستگاه سه معادله سه مجهول رو به دستگاه دو معادله دو مجهول، مرتبش می کنیم. مرتب کردن به این صورته که مقادیر مجهول یه طرف با ضربشون و مقادیر معلوم یه طرف، ایگره که منهای 2x برابر با منهای 1، منهای ایگره که منهای x برابر با منهای 1 منهای 5 دوم، منهای 1 منهای 2 دومه که با منهای 5 دوم میشه منهای 7 دوم. سعی کنید از ماشین حساب کمتر استفاده کنید تا بتونید ذهنی سریعتر حساب کنید. خب حالا برای اینکه این دستگاه رو حل کنیم، ببینیم که خود به خود حذف میشه مقادیر ایگرگ، حالا منهای 3x برابر با منهای 9 دوم، دو طرف رو تقسیم بر منهای 3 کنیم میشه 9 ششم، که به 3 ساده کنید میشه 3 دوم. ایکس رو به دست آوردید در یکی از معادلات، مثلا در معادله 5 دوم منهای ایگرگ مساوی با ایکس منهای 1، مقدار x رو به دست میدارید و y رو به دست میارید، 5 دوم منهای 1 دوم مساوی با y، y رو بردیم اون طرف، 3 دوم منهای 1 دوم منهای 1 دوم میاد این طرف، y میشه 2. x و y رو به دست آوردیم، d رو میتونیم به دست بیاریم. البته دی رو از طریق معادله اول که x منهای 1 هم بود میتونستیم به دست بیاریم، در معادله 5 دوم منهای y مساوی دی به جای y میذاریم 2، دی در میاد 1 دوم. حالا x و y رو به دست آوردیم، به جاش عدد میذاریم و این 4 جمله رو به صورت متوالی مینویسیم، میشه 1، ایکس رو در آوردیم 3 دوم، ایگرگ رو در آوردیم 2 و 5 دوم. فاصله اینا رو ببینیم، چک کنیم ببینیم آیا فاصله شون با هم برابره. بله، 1 دوم 1 دوم به هم اضافه شده. مطمئن میشیم که مسئله رو درست حل کردیم. اما قسمت B یه عبارتی هستش در حسب جملات، گفته مقدارش رو به دست بیاریم، گفتم همیشه چه دنباله حسابی چه دنباله هندسی وقتی که با جملات کار داریم از جمله عمومی استفاده میکنیم، یعنی الان به جای آسی میداریم چی؟ آیه که به علاوه سی منهای یک در دی، آ16 آیه که به علاوه 16 منهای 1 در دی، آ8 آیه که به علاوه 8 منهای 1 در دی، همینجور. خب به جای آسی میذاریم آیه که به علاوه 29 دی، آیه که به علاوه 15 دی، در مخرج به جای آ8 میذاریم آیه که به علاوه 7 دی، به جای آ11 میذاریم آیه که به علاوه 10 دی، به جای آ14 میذاریم آیه که به علاوه 13 دی. صورت رو ساده کنید، آیه رو جمع کنیم میشه 2 آیه 29 و 15 40 و 4، مخرج 3 تا آیه داریم، 7 دی با 10 دی با 13 دی میشه 30 دی. آیک و دیو به دست آوردیم، یعنی آیکو که خود منصره داده 1، دیو به دست آوردیم چند؟ 1 دوم. جایگذاری میکنیم و حاصل این کسر رو به دست میاریم، آیک به جاش 1 میذاریم، به جای دی میذاریم 1 دوم میشه 44 دوم، مخرج میشه 3 به علاوه 30 دوم، 1 به علاوه 44 دوم میشه 1 به علاوه 22. اما دقت کنیم، ما یه بی‌دقتی کردیم، در اینجا آیه که به علاوه آیه صورت بود میشه 2 آیه، یعنی میشه 2 به علاوه 44 دوم، یعنی 22 به علاوه 2 میشه 24. تا
تقسیم بر 3 به علاوه 30 دوم میشه 18، حاصل میشه 4 سوم. میشه حاصل 4 سوم. با تشکر از توجهتون، خدا نگهدار. چکرم، خدا نگهدار.